به شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم درباره نشانه های آشکار و پنهان اختلالات کبدی برای شما توضیحاتی رو بدم. اگر کبد انسان آسیب ببیند، سبب باقی ماندن آب اضافی در بدن و اختلال در دفع آب خواهد شد و نفخ شکم و معده و تورم بازوان و پاها را در پی خواهد داشت. آسیب کبدی بر جریان خون طبیعی موجود در کبد اثر می‌گذارد و فشار خون در رگ‌های افزایش می‌یابد که خون را به روده و تحال و کبد حمل می‌کند. این روند سبب بزرگ شدن کبد می‌شود که به صورت تورم شکم نمود پیدا خواهد کرد. همچنین کبد آسیب دیده می‌تواند گاهی اوقات سبب عدم دفع ادرار و باقی ماندن آب در بدن شود که نتیجه آن تورم بازوان و پاها خواهد بود. علائم پنهان. همه افراد مبتلا به بیماری کبدی لزوماً تمامی علائم ذکر شده را تجربه نخواهند کرد و ممکن است در تعدادی از مبتلایان هیچ علائمی که نشانگر بیماری آنها باشد مشاهده نشود. طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه پزشکی لوا، بیش از نیمی از کسانی که دارای کبد آسیب دیده هستند در مراحل اولیه بیماری خود هیچ گونه علائمی را از خود بروز نمی‌دهند. در برخی موارد با وجود مشاهده علائم بیماری، مبتلایان با علائم خستگی مفرط، کمبود شور و حال و روحی و افسردگی، خارش‌های گهگاهی، حساسیت و آلرژی‌های غذایی، خواب‌آلودگی و غیره اشتباه گرفته شده و به آن اهمیت چندانی داده نمی‌شود و تصور می‌شود که ناشی از کار و فعالیت روزانه و یا سایر بیماری‌ها می‌باشد. عدم وجود علائم بیماری و در پی آن عدم تشخیص و درمان بسیار تهدیدکننده زندگی خواهد بود و خطر مرگ احتمالی ناشی از بیماری را بیشتر خواهد کرد. بیماری کبدی نیز از جمله بیماری هایی است که اگر در مراحل اولیه تشخیص داده نشود و بدون درمان رها شود، اثرات جانبی و تاوان آن بسیار ناراحت کننده و جبران ناپذیر خواهد بود. بر اساس هشدار مؤسسه پیشگیری از بیماری های کبدی آمریکا، بیماری کبدی مشکلات زیر را در پی خواهد داشت: حالت تهوع و دل به هم خوردگی، اختلال در سیستم گوارش، مشکل در دفع مدفوع یا بوسد و یا اسهال، تشکیل مجراهای خونی در کبد که می تواند سبب از هم پاشی کبد شود، افزایش سموم در مغز و تخریب عملکرد ذهنی آن. طبق یافته ها، هنگامی که از کار افتادگی کبد بیشتر می شود و بیماری گسترش می یابد، علائم جدی تر و وخیم تر خواهند شد و بیماران ممکن است احساس گیجی، منگی، سردرگمی و خواب‌آلودگی داشته باشند. در نمونه های حادتر، خطر رفتن به کما مرگ وجود دارد. بنابراین به منظور پیشگیری از خطرات مرگبار بیماری، تشخیص هر چه سریع تر و در مراحل اولیه بیماری کبدی از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر بیماری تشخیص داده نشود و پیشرفت کند، ممکن است پیوند کبد تنها راه برای حفظ زندگی بیمار باشد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.